مهمان من نویسنده کتاب های متعددی در حوزه نظریه روابط بین الملل و انقلاب ها و یکی از مهمترین اندیشمندان معاصر در حوزه نظریه انقلاب هاست جورج لاسون به تازگی به همراه پنج نظریه پرداز مهم دیگر در این حوزه کتابی منتشر کرده تحت عنوان در باب انقلاب سیاست سرکشی در دنیای امروز این در کتابتون اصطلاحی به کار میبرید تحت عنوان آفت میانه روی ممکنه بیشتر دربارش توضیح بدین منظور تو اینه که اگه برای مدت طولانی جامعه تلاش کنه خشونت پرهیز باشه ممکنه همه موقعیت ها رو از دست بده اونچه ما اخیرا داریم میبینیم اینه که این مدل تغییر انقلابی محدودیت هایی داره اما اونچه که جالبه اینه که در مواردی مثل ایران در یک سال اخیر ما شاهد استراتژی های تلفیقی هستیم اونچه میبینیم یک جنبش به طور کلی بدون سلاحه اما در بخش هایی از این جنبش اراده یه اسلحه به دست گرفتن هم وجود داره آیا واقعا اونچه در سوریه لیبی و یمن اتفاق افتاده ممکنه سر ایران هم بیاد امیدوارم که این اتفاق نیفته ولی به هر حال ممکنه که اتفاق بیفته این جنبش بر روی فعالیت هایی بنا شده که در ده 20 سال گذشته اتفاق افتاده بر روی شبکه‌ای از ارتباطات و مسائل و تجربه بنا شده آیا ممکنه معترضان شیوه هاشون رو حالا عوض کنن اونها هم به خوشونت رو بیارن من فکر می کنم ممکنه که این اتفاق بیفته و این تصمیمیه که مردم حاضر در اعتراض ها باید بگیرن تحریم ها ادامه داشته باشن یا در سطح بنو مللی تغییراتی رخ بده و نوعی شاخه مسلحانه شکل بگیره تا با حکومت به شکل نظامی مبارزه کنه من واقعا نمیتونم بگم که احتمال موفقیت کدوم روش بیشتره و این تصمیمیه که مردم ایران باید بگیرن و انتقاد مردم از حکومت در ایران دلایلی بسیار عمیق داره و عمیقه چون مردم معتقدن اقتصاد درست کار نمیکنه به همین دلیل ما همچنان شاهد اعتراض خواهیم بود و بالاخره اینکه در صد سال گذشته ما دو انقلاب در ایران داشتیم آیا انقلاب واقعا چیزیه که ایران الان بهش احتیاج داره کسانی که بر سر کارن به شکل داوطلبانه قدرت رو واگذار نمیکنن و باید مجبور بشن انقلاب به زور شکلی از تغییر رو به وجود میاره فقط همیشه این تغییرات لزوما همون تغییراتی نخواهد بود که مردم از ابتدا به دنبالش بود